آیا احتمال داره زودتر از 18 ماه واکسن کرونا تولید بشه؟ آیا بهتر نیست دنیا به جای تولید واکسن روی تولید داروی مؤثر کرونا سرمایه گذاری کنه؟ اینا دو نمونه از سوالهایی که شما با هشتگ از ما بپرس برمون فرستادید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و از امروز از قرنطینه خونگی سوالهای شما رو با متخصصای برنامه در میون میذارم. مهمون امروز ما دکتر حمیدرضا ستایش هستن، کارشناس سلامت عمومی از اتحادیه جهانی واکسیناسیون، اتحادیه‌ای که در سراسر دنیا 760 میلیون کودک رو واکسینه کرده. دکتر ستایش خوش اومدید به برنامه. سپاسگزارم. خیلی از مخاطبای برنامه از جمله حافظ پرسیدن تازه‌ترین اطلاعاتی که از تولید واکسن داریم تا این لحظه ضبط برنامه چیه؟ بیشتر از 60 تا الان واکسن نامزد بررسی بیشتر داریم که خیلی تحول بزرگه، یعنی توی همین 3 ماه گذشته از وقتی که این بیماری خودشو نشون داد و ژنش شناسایی شده تا الان ما بیشتر از 60 تا رو داریم که 4 تاشون رسیدن به مرحله اولیه بالینی روی انسان. با توجه به آمار مرگ و میر خیلی بالا تو دنیا، آیا احتمالش هست روند تولید واکسن رو یه جور سرعت بیشتری بهش بخشی؟ سرعتی که فعلا هست واقعا فوق‌العاده است، یعنی اصلا در تاریخ سلامت این چیز سابقه نداشته. ما سریع‌ترین واکسنایی که داشتیم که 10 سال تولید شدن و الان داریم در مورد 1 سال تا 1 سال و نیم صحبت می‌کنیم برای تولید واکسن کرونا که یک سرعت بی‌سابقه ای. اگه اجازه بدین من یک کوچولو راجع به اصلا نحوه تولید واکسن‌ها اینجا خدمتتون عرض بکنم به خدمت بینندگان. واکسن های سنتی رو ما معمولا از ویروس یا باکتری ضعیف شده تهیه می کردیم یا از اجزای مرده اون، و این تا حتی تا 10-15 سال پیش تمام واکسن هایی که ما داشتیم از این طریق تهیه می شدن. اخیرا روش های نوینی رو به کار گرفتن برای تولید واکسن ها، یعنی اون موقع ما با ضعیف کردن اون عامل بیماریزا و ورودش به بدن می خواستیم که سیستم ایمنی بدن خودش شروع کنه واکنش نشون دادن، اون عامل رو شناسایی کنه و بر ضدش پاتن های لازم رو بسازه. بعد به این نتیجه رسیدن که خب حالا ما خود اون عوامل پروتئینی یا اون عوامل سطحی ویروس باکتری رو وارد بکنیم و بدن بتونه جواب بده، که یکی از روش‌های کلان روش کار میشه از این هست. مشکلی که پیش میاد مثلا این بود که اون پروتئین‌ها میشکستن وقتی وارد بدن میشدن. حالا روش‌ها این هست که چجوری اون پروتئین‌ها رو ثابت کنیم که بتونن وارد بدن بشن، کاری که برای واکسن مثلا HPV انجام شده و دانشمندان استرالیایی الان دارن همون رو برای واکسن کرونا انتخاب می‌کنن. چیزی که خیلی الان بیشتر داره روش کار میشه روشی هست که میان اون کد ژنتیکی ویروس رو که ویروس کرونا رو الان عرض میاد خدمتتون، حالا یا دی ان ای یا آر ان ای که در مورد کرونا روی آر ان ای بیشتر کار میشه، اون رو وارد بدن میکنن به نوعی و میخوان که به جای اینکه ویروس وارد بشه و بعد شناسایی بشه و این بدن بتونه بهش جواب بده، در واقع با وارد کردن کد ژنتیکی سلای بدن شروع کنن ساختن اون پروتئین و اونو بیگانه تشخیص بدن و ضدش پاتن تولید کنن، که این اصل روشی هست که الان داره روش تمرکز میشه و خیلی سریع داره جلو میره. نکته‌ای که بخوام اینجا بگم اینه که در واقع وقتی که مثلا توی نیمه ماه ژانویه دانشمندای چینی اومدن و کد ژنتیکی کرونا رو توضیح کردن، مشخص کردن و در اختیار همه گذاشتن، در فاصله چند روز عملا ما واکسن رو داشتیم، به خاطر اینکه وقتی کد ژنتیکی رو داریم همون که وارد سلول بشه میشه براش علیهش واکسن ساخت. اینکه اون واکسن بتونه مرحله‌ای برسه که از نظر امنیتش، از نظر کاراییش و از نظر اینکه بشه به تولید رسوندش بررسی بشه، چیزی که خیلی طول میکشه و اون چیزی که ما اصلا زیر یک سال بهش فکر نمی‌کنیم. آقای پورشعبانی سوال کرده که آیا احتمالش هست همزمان با احتمال واکسن روی حیوانا روی انسان‌ها و افرادی که داوطلب هستن این واکسنی که نمونه که مثلا شما میگید آزمایش بشه؟ الان داره همینطور میشه. فکر خیلی جالبی است که بیننده شما و مخاطب شما بهش اشاره کردن. اینا ما برای اون پلتفرم و برای اون سازوکارهایی که قبلا برای واکسن‌های دیگه درست شده و از نظر بی ضرر بودنش روی حیوان آزمایش شدن، دیگه لازم نیست دوباره ژن کرونا رو روش آزمایش کنن. و این روش های نوین خیلی هاشون دارن اون قسمت آزمایش روی حیوان ها رو خیلی کوتاه میکنن و حتی یکیشون در واقع بدون اون اجازه FDA گرفته که بتونه روی انسان ها به طور اولی آزمایش بشه. بله این کار داره انجام میشه. حامد نصیر نژاد پرسیده آیا واکسن کرونا ممکنه تا تیر یا مرداد توزیع بشه؟ خیلی احتمالش کمه. سازمانی مثل سازمان اتحادیه جهانی واکسیناسیون که شما کار میکنید یکی محتاطانه معمولا برآورد زمانی انجام میدن. احتمال میدید زودتر از 18 ماه به واکسن برسیم؟ همونطور که عرض کردم یکی رسیدن به واکسن هست که شاید بگم ما الان یه انواعی از نوع اولیه واکسن رو در اختیار داریم. مسئله دوم این است که این واکسن بتونه کارایی خودش رو نشون بده و اون طول میکشه، بخاطر اینکه ما هنوز خیلی چیزا رو نمیدونیم و این باید روی بدن انسان آزمایش بشه. ما باید بدونیم که
این روی کسانی که در گروه های مختلف سنی هستن چجوری اثر میکنه، بر کسایی که یه مشکلات زمینه ای دارن چجوری اثر میکنه، اینها اندازه گیری بشه توی بدنشون مقدار اون پاتنی که تولید میشه و اثر بخشیش چقدر زمان میمونه. ما واکسنی رو میخوایم که اثر بخشی دراز مدت داشته باشه. ما واکسنی نمیخوایم که الان بزنیم 2 ماه بعد این واکسن اثرش از بین رفته باشه. ما مشکل قبلی که با ویروس کرونا داشتیم این هست که بدن خیلی زود فراموش میکنه این ویروس ها رو و به خاطر ما نتونه قبلا نداشتیم واکسن خوبی که بر ضد سرماخوردگی که معمولی باشن و علت اصلیش همین بوده. بعد ببینیم در مورد این ویروس کرونا چه پاسخ سیستم ایمنی بدن بهش چجوری هست و آیا دراز مدت هست یا نه. به خاطر همین ما حتی 18 ماه رو هم فکر نمیکنیم که زیاد لزومن شدنی هست. خیلی وقتا تولید واکسن و پاسخ بدن به اون واقعیتش اینه که به شانس بستگی داره، یعنی ما خیلی چیزا رو واقعا نمیدونیم و باید ببینیم که در طول زمان به چه صورت پیش میره. مریم سوال کرده که آیا ممکنه واکسن فقط روی افراد جوان تاثیرگذار باشه و تاثیر روی سیستم ایمنی افراد مسن‌تر نداشته باشه؟ این جزء همون چیزایی که تو مراحل تولید و آزمایش بررسی خواهد شد. مطمئناً واکسنی از نظر ما واکسن خوب هست که تو همه گروه‌های سنی اثر بذاره. در عمل ما میدونیم که افراد مسن‌تر ممکنه که سیستم بدنشون به خوبی افراد جوان پاسخ ندن به همه عوامل برونی که وارد بدنشون میشن، ولی خب از نظر ما واکسن خوب خواهد بود که بتونه همه گروه‌های سنی پاسخ مناسب رو ایجاد بکنه. ولی اگر فقط به یک گروه سنی در آزمایش‌ها نشون داد که پاسخ میده، آیا تولید انبوه میکنید اون واکسن رو؟ خیلی بعیده، به خاطر اینکه بسته به گروهش داره. بعضی وقتا ما واکسن میخوایم فقط برای کودک‌ها بعد استفاده بشه، ولی در مورد کرونا که همه رو داره در بر میگیره باید این واکسن باشه که بتونه روی هم جواب بده. علی پرسیده آیا واکسن کرونا عوارض جانبی ممکنه داشته باشه؟ اصل اول برای ما توی واکسیناسیون اینه که بتونیم عوارض جانبی و ضرر واکسن رو در واقع از بین ببریم. یعنی یکی از علتی که انقدر طول میکشه تولید واکسن این هست که اگه کوچکترین اثر جانبی واکسن داشته باشه با مقدار وسیعی که تو دنیا استفاده میشه این اثر چند برابر خودشو نشون میده. ما سوابقی رو داریم 5 و 60 سال گذشته که بعضی از واکسن ها، اونم نه به خاطر خود واکسن، به خاطر مثلا مشکلاتی که یک از سوت تولید پیدا کرد توی آمریکا در مورد یک از واکسن هایی که استفاده میشد 50 مورد عارضه به وجود آورد و این 50 مورد اونقدر اثر منفیش بر کل سیستم بهداشت درمانی زیاد بود که اصلا اون واکسن شکست خورد و جمع شد از بین رفت و ما اصلا نمیخوایم که حتی یک مورد داشته باشه. ولی به هر حال هر ماده ای که وارد بدن بشه میتونه عارضه بند باشه. نمیتونیم بگیم یک در میلیون همین عارضه نخواهد بشه، ولی هدف این هست که این عارضه ها در واقع انقدر کم بشن که ما بگیم واکسن عارضه نداره. سمیه پرسیده به نظر شما تولید دارو سریعتر انجام نمیشه تا ساخت واکسن؟ حداقل اگه دارو ساخته بشه تلفات کمتری خواهیم داشت. فرمایش درستی هست. اون دوتا به موازات دارن پیش میرن. روی داروهای متعددی داره کار میشه. دارو خب وقتی است که فرد بیمار شده و اون ناراحتی و اون مشکلاتی رو که بیمار داره رو چشیده و رنجش رو برده و بعد با دارو میخوایم اون رو درمان بکنیم و دارو هم همیشه موثر نیستن. واکسن یک مثل یک بیمه هست، مثل یک چیزی هست که کل جامعه رو میتونه ایمن بکنه و مقوله جدایی است که این دوتا متضاد هم نیستن، هر دو باید وجود داشته باشه. دکتر ستش خیلی ممنون ازتون. شما هم سوالای خودتون رو در مورد کرونا با هشتگ از ما بپرس به پیامگیر تلگرام ما بفرستید @bbcshoma.